سلام عرض می‌کنم جناب آقای مهی صفت، خیلی خوشحالیم که در مقابل دوربین تی وی پلاس با شما صحبت. بنده هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، ان شاءالله شاد باشید. شما آقای مهی صفت، به ما بفرمایید که با آقای صفوی سابقه دوستی دارین و اگر غیر از اینه به چه مناسبت در واقع الان در تولد ایشون حضور دارین؟ خب همین، بله، سابقه دوستی چندین ساله داریم، تو برنامه‌ها با هم آشنا شدیم. امروز هم توسط اون کسی که این برنامه رو گذاشته دعوت شدم، اما الان که دیدمش زیاد خوشحال نشدم، راستش فکر نمی‌کردم حالش اینقدر بد باشه. یعنی در جریان بیماری ایشون که اینقدر شدت گرفته نبودین در واقع؟ بله بودم، ولی نه وقتی که شدت گرفت، نه، چون کیش ایشون رو دیدم خیلی سرحال تر بودن. بله متاسفانه این بیماری سرطان در واقع این ویژگی رو داره که هی تحلیل میبره بیمار رو. دوست دارم بدونم که به نظر شما در واقع افرادی که دچار این جور بیماری های سخت میشن، به خصوص جوون ها، خب ایشون هم خیلی سن کمی دارن، واقعا بیشترین چیزی که بهشون کمک میکنه که بتونن با این بیماری بجنگن و بهش غلبه کنن چی هست؟ یک کلمه است خانم، روحیه. روحیه است که اونم باید توسط اطرافیان و همکاران و دوستان تأمین بشه. من دلم میخواد یه مطلبی رو راجع به بهنام بگم. شاید حدود 30 سال پیش از استاد حسین خواجه نوری، استاد ایرج، پدر احسان خواجه امیری، یعنی پرسیدم که از مهمترین عوامل پایداری یک هنرمند چیه. خیلی جالبه که بدونید ایشون بلا فاصله جواب دادن هنرش نیست، اخلاقشه. بهنام واقعا بچه با اخلاق و فروتن و آقا و مهربونیه، شاید بگم بیشتر از هنرش. این خیلی برای من همیشه قابل تحسین بود. در ضمن اشتباه گفتم خواجه نوری، خواجه امیری. بله اینو بعدا تو ادیت اصلاح بفرمایید. البته راهی برای اصلاحش نیست، ولی ما متوجه شدیم. پیش میاد شما شوک شدین ایشونو دیدین، خیلی طبیعیه که اشتباه اسامی رو بگید. خواهش میکنم. بله متاسفانه، یعنی با چه شوق و ذوقی، چون تولدش هم هست، یک کادویی داشتم، کادو میکردم براش، دفتر، یه حس یه خاصی داشتم، نمیدونم چی بگم. آقای مهی صفت، امشب چه سورپرایزی براشون دارین؟ چجوری میخواین در واقع خوشحالش بکنین؟ واقعیت این که هر کسی به جز بهنام بود نمی اومدم، چون کرج یک اجرای بزرگ چند هزار نفری داریم. اومدم یه یک ساعتی ایشونو ببینم و تبریک و ببوسم و کادوشو بدم و برم، زیاد نمیمونم. آقای مهی صفت، میخوام یه سوالی در مورد در واقع تخصص شما بپرسم. من یادمه که یه سوالهایی که هنوز حالا شاید این فضاهای مجازی و اینا انقدر گسترش پیدا نکرده بود، فیلمای کارهای شما حتی به صورت ویدیو و دیویدی و اینا دست به دست و مردم میگشت و یه ملتی با شما میخندیدن و شاد بودن. این روزها به ما بگین که دارین چه کارهای انجام میدین و اینکه چرا اونقدر تو فضای مجازی شوخیای شما رو دیگه نمیبینیم. اون میگم اون موقع که اصلا فضای مجازی نبود ما شما رو میدیدیم که میدیدیم. آره بیشتر میدیدیم. الان چه اتفاقی افتاده؟ اصلا حضورتون که من به دلایل دوری از حاشیه و بحثای امنیتی حدود 7-8 سال پیش تصمیم گرفتم که اجراهای عمومی و بلیت فروشی رو کلن کنار بگذارم و اجراهای خصوصی، دعوتهای خصوصی رو بپذیرم، مثل جشنهای ارگانها، سازمانها، وزارتخونه ها، شرکت ها، نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی. بعد اینا چون خودشون برای خودشون فیلم برداری میکنن، دیگه در دسترس عموم مردم نیست. اینه که به اینطور به نظر میرسه که من کمرنگ شدم، اما در واقع این هست که تعداد اجراهام از قبل خیلی بیشتر شده، تقریبا میشه بگیم هر شب، ولی مهمانی های خصوصی. به این دلیله که فیلم های مردم و مال جشن خصوصیشون هم صحیح نیست، آدم تا
توی فضای مجازی بذاره، یعنی اخلاقا صحیح نیست. این سالها که در واقع حالا به جز تلویزیون، شبکه نمایش خانگی و شبکه های اینترنتی خیلی گسترش پیدا کردن، هیچ وقت به این فکر نکردین یا پیشنهادی نداشتین که در واقع یک تاک شوی تلویزیونی یا یه برنامه طنز خودتون اجرا بکنین، حالا با موضوعات روز اجتماعی؟ اولا که خب کلن من با تصویر بسیار مخالفم، حالا چه سینما چه صدا و سیما، مخصوصا صدا و سیما، و این عدم تمایل همکاری دو طرف است. این نیست که من فقط دلم نخواد، اونا هم از من زیاد خوششون نمیاد، ولی کن در کل رهروان است که آهسته رود پیوسته. به هر حال فکر کنم که طرفدارای شما دوست دارن که شما رو بیشتر ببینن، من جمله خود من که طرفدار طنز شما هست. خواهش میکنم، متشکرم، ولی من واقعا از یه چیزی متاسفم. شاید تک بودن برای بعضیا خوب باشه، اما مثلا صدا و سیما، خندوانه، شبکه نسیم با بقیه حالا دستندرکاران در این سالهای اخیر شاید بالغ بر 100 هزار نفر استنداپ کمدی پرورش و تحویل جامعه دادن، ولی واقعا من متاسفم که یک دونه از اینها جوکر نشد، یعنی مای صفت همچنان همون یه دونه توی اون 80 میلیون نفر مونده. ای کاش مشابه من زیاد میشد که مردم بیشتر شاد بشن. یکی خاطره بگه یا تقلید صدا بکنه، این دیگه کار عمومی و همگانی شده برای بچه های استنداپ کمدی. اما فعلا در ایران یه جوکر داریم. گفتم متاسفانه. کاش حداقل برای داوری این مسابقاتی که برگزار میشه از آدمای حرفه‌ای این کار مثل شما دعوت میشد، تا کسایی که در واقع شاید اصلا تخصصشون این نیستش، حالا صرفاً بازیگرن یا هنرمندن ولی خیلی هم درخشانن ولی تو این حوزه متخصص نیستن. بله. خب حالا هم در حقیقت اون عدم تمایل من به اینکه پشت شیشه تلویزیون باشم مانع از این شده که این داوری رو بپذیریم. براتون آرزوی موفقیت های بیشتر و سلامتی میکنیم. خیلی ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. منم همچنین در ضمن که تشکر ویژه دارم از برگزار کننده این بزرگداشت برای بهنام صفوی. خواهی اسمشون هم ببریم؟ بله، بهنام اسمشون رو جبارزاده. بله بله بله، آقای جبارزاده. ما از ایشون متشکریم، چون واقعا فکر کنم کار قشنگی تو این شرایط برای آقای صفوی انجام. میدونید این کار زودتر از اینی که پشیمونی به بار بیاره انجام شد. مثلا این کار میبایست برای استاد ناصر ملک مطیعی هم انجام میشد، الان باید برای آقای جواد یساری انجام بشه. مثلا دیگه اونهایی که ممنوع تصویر هستن، گناه تقصیر خودشون نیست که زمان قبل از انقلاب به دنیا اومدن یا اون موقع فعالیت کردن. که در هر صورت 40 سال اینجا موندند و مثل خیلی ها نرفتن، اینها قابل احترام ترن. حتی اونایی هم که رفتن ای کاش که جایی باشه براشون که تو کشور خودشون بتونن برگردن، که چون به هر حال ایرانی که هستن، این وطن که مال اونا هم هسته. بله، ولی خب بعضی از اونها خب یه جاهایی یه حرکتایی یا یه شعرهایی یا یه فیلمایی ساختن که به مزاق آقایون خوش نمیاد، به هر حال نمیشه وارد چند دیگه، میدونی چی میگم. ولی خب خیلی ها هستن که خواننده بودن و هستند، الان دور از وطنن، خب نه چه اشکالی داره بیان، حتی فعالیت نکنن. میدونید من خبر دارم کسایی که دوست دارن بیان حتی فعالیت نکنن بیان. من یه بار کانادا برنامه داشتم، به یکیشون گفتم ایران کاری ندارید؟ گفت کاری که دارم و شما نمیتونید انجام بدید. پرسیدم چه کاریه؟ گفت دلم میخواد خیابان لاله‌زار رو پیاده تا انتها برم و برگردم همون لحظه بمیرم. ببینید این خواسته چه خواسته ایه که یه هنرمند قبل از انقلاب اونور آبی داره. دیدم راست میگه، من نمیتونم کارش انجام بدم. آرزو میکنیم که به هر حال فضا طوری باشه که همه این عزیزان بتونن
که به راحتی حداقل به ایران رفت آمد کنن اگر حتی اینجا نمیتونن کار بکنن. دیگه هرچی خدا بخواد دیگه. آقا خیلی متشکرم ازتون.